سلام ارادت، امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه. بچه من تقریبا راجع به خیلی از موضوعاتی که ما توی کشور سوئد به صورت روزمره و یا گاهن باش ارتباط داریم تولید محتوا میکنم، ویدیو تولید میکنم، حالا اینجا و حالا به صورت پست توی کانال اینستاگرام به اشتراک میذارم تا اینکه شما عزیزان بتونین ازشون استفاده کنین. اما بچه‌ها درخواستای شما واسه تولید ویدیوهای مختلف واقعا خیلی زیاد است. واسه من مینویسید که آقا راجع به این موضوع ویدیو ضبط کن یا راجع به فلان موضوع ویدیو ضبط کن. البته من سعی میکنم که تا حد توانم راجع به تمام درخواستای شما تولید ویدیو داشته باشم، ولی متاسفانه یه سری از ویدیوها هستن و یه سری از محتوا هستن که به تنهایی نمیشه اونا رو تولید کرد. مثلا از من میخواین که راجع به بحث سرمایه گذاری تو کشور سوئد از ایران صحبت کنم، کسی که اومده اینجا تجربیاتش به چه صورتی است، و یا اینکه کادر درمان وضعیتشون توی کشور سوئد کسانی که از ایران اومدن به چه صورتی است. ببینید به عنوان مثال من نمیتونم بیام راجع به این صحبت کنم که یه کسی که پرستار هست یا پزشک هست از ایران اومده الان اینجا وضعیتش به چه صورتی است، چون خب من پرستارایی رو میشناسم که اینجا کار میکنن یا پزشکانی رو میشناسم که اینجا کار میکنم، ولی اینا خوب از ایران نیومدن. به همین خاطر من چند وقت پیش اومدم توی کانال اینستاگرام یه استوری گذاشتم و گفتم که عزیزانی که به صورت کادر درمان اومدن و یا اینکه به صورت سرمایه گذاری اومدن اگر دوست داشته باشن با من همکاری داشته باشن و ما یه تولید محتوا داشته باشیم، یه ویدیو ضبط کنیم و بیان از تجربیات خودشون و از این راهی که رفتن و به قول گفتنی این پلهایی رو که پشت سر گذاشتن تعریف کنن، بگن و راجع به این موضوع ما یک ویدیو ضبط کنیم و با دوستان به اشتراک بذاریم. اما متاسفانه حتی یک نفرم حاضر به این کار نشد. خیلی درسته خدایی. در صورت که خب من میدونم خیلی از مخاطبان کانال اینستاگرام من دوستانی هستن که کادر درمان هستن و یا به صورت سرمایه گذاری اومدن و توی کشور سوئد هم دارن زندگی میکنن. حتی یک نفرم حاضر به همکاری نشد و من فکر میکنم که ما مردمی هستیم که گیرنده های خوبی هستیم. یعنی اینکه همیشه منتظریم که بقیه تولید کنن، بقیه به قول گفتنی راهایی که رفتن رو بگن، تجربیاتشون رو بگن، از دانش که دارن اون دانش رو در اختیار ما قرار بدن و ما فقط مصرف کننده باشیم و استفاده کننده باشیم. حالا اینکه ما بیایم خودمون این دانشمون و این تجربیاتمون و این راهی رو که رفتیم، مشکلاتی که پیش رامون بوده باش برخورد کردیم و چجوری اون مشکلات رو حلش کردیم یک کمی بگیم، یک کمی تعریف کنیم و این تجربیات رو در اختیار بقیه دوستان قرار بدیم، متاسفانه تو این قضیه کوتاهی میکنیم به نوعی میشه گفت و دوست نداریم که بقیه حالا اون اطلاعات ما رو پیدا کنن و حالا بقیه اون اطلاعات ما رو به قول گفتنی بگیرن. حالا نمیدونم، حالا هر چیزی که میشه اسمش رو گذاشت. و من فکر میکنم که ما خیلی بهتر از این میتونیم با هم باشیم و میتونیم خیلی مهربونتر از این با هم دیگه باشیم و بیایم بیشتر به هم دیگه کمک کنیم. امیدوارم اگه دوستانی هستن که توی این کانال و حالا به صورت مهاجرت از طریق کادر درمان اومدن و این ویدیو رو میبینن اعلام آمادگی کنن و بیان و یه ویدیو با هم دیگه ضبط کنیم و تجربیاتشون رو در اختیار من و بقیه شما قرار بدن. من میتونم، البته خب من با یکی دو تا دوستانی که پرستار هستن و توی کشور سوئد خب زندگی میکنن و اینا به صورت مهاجرت کاری نیومدن و اینجا گاهن بزرگ شدن، من میتونم با اونا مصاحبه کنم و حتما هم باهاشون مصاحبه خواهم کرد که وضعیت یک پرستار توی بخش درمان در کشور سوئد به چه صورتی است. اما صحبت اینه که خیلی از دوستان میخوان از ایران بیان و نیاز به اون اطلاعات دارن، که حتما من راجع به این موضوع حتما و 100% سعی میکنم که یک ویدیو با یکی از عزیزان تولید کنم. اما بچه ها امروز تو این ویدیو میخوام راجع به چی صحبت کنم؟ من قبلا یه ویدیو ضبط کردم راجع به بحث پناهندگی تو کشور سوئد و توی اون ویدیو توضیح میدم که اگر شما بخواید تو کشور سوئد پناهنده بشین شما باید چه شرایطی داشته باشید و چه مراحلی رو طی کنید و اصلا یک پناهنده کی هست و به چه کسی یک پناهنده میگن، که اگر اون ویدیو رو ندیدید حالا لینکش میاد این بالا و حتما برید اون ویدیو رو تماشا کنید. امروز تو این ویدیو میخوام راجع به دو تا موضوع صحبت کنم. اول اینکه ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که کی باید اقدام کنیم واسه بحث مدبوریاره یا همون سیتیزن شدن کشور سوئد اگر اقامت دائم داشته باشیم. و موضوع دومی که کسانی که به صورت پناهندگی به کشور سوئد میان و اینا از اداره مهاجرت کشور سوئد یا میگراشونسورکت
کانتیکت اینا بیدراگ یا کمک هزینه مالی میگیرن، این مقدار کمک هزینه مالی واسه هر شخص یا خانواده به چه صورتی است؟ که این دوتا موضوع رو من امروز میخوام بهش بپردازم. اما قبل از اینکه بریم ویدیو رو ادامه ویدیو رو ببینیم، کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، لایک کنید، ویدیو رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید و هر کاری که احساس میکنید کمک میکنه تا این کانال پیشرفت کنه و دوستان بیشتری به این کانال بیان حتما و 100% انجام میدید. پس بریم با ادامه ویدیو. واسه این موضوع اول بچه ها، این که شما متوجه بشید که کی باید اقدام کنید واسه مدبوریاره یا سیتیزن کشور سوئد، شما باید وارد سایت اداره مهاجرت کشور سوئد بشید که من خب از قبل وارد شدم و لینک هر دوتای این سایت رو لینکشون رو میذارم توی قسمت دیسکریپشن که بریم روی کامپیوتر ببینیم که اینجا میبینید میگه که تستا ام دوکن بلی اسفنسک مدبوریاره، میگه که تست کن که ببین میتونی تو مدبوریاره کشور سوئد بشی الان یا نه. اما بچه ها واسه این که شما اینجا اقدام کنید، شما باید به یه سری از سوالات جواب بدید و این که شما باید اقامت دائم کشور سوئد رو داشته باشید حتما و 100%. شما میان اینجا حالا انتخاب میکنید که زیر 18 سال هستید، 18 سال تا 21 سال هستید و بالای 21 سال هستید، که خب مثلا من میزنم 21 سال که میشه بالای سن. اولین سوال میگه که واد هاردوی فور مدبوریشکا بیداک، میگه که تو امروز مدبوریاره چه کشوری هستی، یعنی حالا از ایران اومدی از افغانستان اومدی که کشور خود تو انتخاب میکنی، مثلا من میزنم ایران. سوال دوم میگه که هاردوی ات پرمننت اوپول تیلستوند ایسوریه، میگه که تو یه دونه اقامت مجوز اقامت دائم تو کشور سوئد داری، میگم که بله. سوال بعد میگه که هو لنگ هاردو واریت بوستادی ایسوریه، میگه که تو چه مدت زمانی که توی کشور سوئد زندگی میکنی، مثلا میگم که 4 تا 5 سال به عنوان مثال. بعدی میگه که هاردو فلیکتین فور کلارینگ رسه دکومنت الر اوپولتیلسون سان فلیکتین، میگه که تو حالا به عنوان یک پناهنده رسه دکومنت داری، حالا اوپولتیلسون داری که همه اینا رو ما میزنیم، خب بله باید داشته باشه. میگه که هاردو ات پاس الر ادیکورت فرون دیت هملند سان ویسار ویم دو ار، میگه که تو از کشور خودت حالا پاسی داری یا یک کارت شناسایی معتبر داری که نشون بده تو کی هستی، میگیم که بله خب من دارم، مثلا ما میتونیم کارت ملیمون رو نشون بدیم یا پاس ایرانیمون رو نشون بدیم. هاردو دومت، میگیم که نه. خب میپرسه که شما تا به حال به جزای نقدی زندان و یا مجازات های دیگه محکوم شدی توی کشور سوئد، میگیم که نه ما چی نداشتیم. میگه که هاردو الر هاردو هافت چی میگی تو اسکول درسام گوت ویداری ای کرونوفوگدن، میگه که آیا تو به اداره کرونوفوگدن یا اداره اجراییات یا اداره که لیست سیاه کشور سوئد هست اونجا ریجستر شدی، اونجا بدهکار شدی، مغروض شدی تا بال تو این کشور؟ میگیم که نه. بعد میایم پایین که الان به ما میگه که دو ورکار اوفیلا کراون پو اسوینسکا مدبوریاره، بعد میگه که بله شما الان میتونی واسه بحث مدبوریاره توی کشور سوئد چکار کنی؟ اقدام کنی. که این واسه کسی هست که به عنوان پناهندگی اومده بچه ها. حالا ممکنه که یه سری از دوستان اصلا به عنوان پناهندگی نیومده باشن، که میریم از اون بالا دوباره میایم این قسمت پایین از اینجا شروع میکنیم که اینجا میگه که تو به عنوان پناهنده هستیم، ما میزنیم نه ما به عنوان پناهنده نیستیم. سوال بعدی میگه که اردو یفت الاسامبو مد ان اسفنسک مدبوریاره، میگه که تو ازدواج کردی یا سامبو هستی با کسی که اسفنسک مدبوریاره هست، یعنی کسی که سیتیزن کشور سوئد هست، ما میگیم که بله مثلا اینو بزنیم. بعد میگه که شما و پارتنر بیشتر از 2 سالی که با هم زندگی میکنید، میگیم بله. بعد میگه که اردین پارتنر اسفنسک مدبوریاره سیدان به فوتس هون الهان، میگه که پارتنر شما قبل از اینکه به دنیا بیاد آیا مدبوریشکا بوده، مثلا میگیم که بله. میگه که هاردو ات پاس الر ناشونال ایدیکورت فرون دی تملند سان ویسا، میگیم که بله. بعد میگه هاردو دومت تیلبترل، میگیم که نه، که اینا رو قبلا هم جواب دادیم، کرونوفوگدن هم میزنیم نه. و الان هم میگه که بله شما میتونید واسه مدبوریشکا چکار کنید؟ اقدام کنید. حالا میایم اینجا دوباره از اینجا که میزنه با یه دونه اسفنسک مدبوریاره داری زندگی میکنی، مثلا ما بزنیم نه کسی نیست. بعد میگه که دوباره پاسی چیزی از کشور خودت داری، میگیم که بله. بعد میگه که دابال جریمه‌های نقدی زندان اینا داشتی، میگیم که نه. بعد میگه کرونوفوگدن رفتی، میگیم نه. و اینجا میگه که تیور
دو ورکارینت او فیلا کراون پو اسفنسک مدبورشگاه، میگه که تو نمیتونی اقدام کنی واسه گرفتن سیتیزن کشور سوئد در حال حاضر. حالا با توجه به اون شرایطی که شما درش قرار دارید، بچه ها میان اینجا و تست میکنید و اینجا حالا میتونید ترجیحاً بدونید که خب شما کی باید اقدام کنید واسه سیتیزن شدن توی کشور سوئد. اما بخش دوم ویدئومون بچه ها ارتباط داره به اینکه کسی که اومده اینجا پناهنده شده و الان داره اینجا به عنوان پناهنده زندگی میکنه و زیر نظر اداره مهاجرت کشور سوئد هست، چقدر میتونه از اداره مهاجرت سوئد به صورت مایانه واسه هزینه‌اش کمک هزینه دریافت کنه، که اینو بریم با هم ببینیم. که میام اینجا، که میام توی سایت خود اداره مهاجرت سوئد که اینجا زده پریوات پرسونل یعنی اشخاص، و میام این قسمت اقتصادی و حمایتایی که واسه آسیل سکانده یا همون پناهنده ها وجود داره، که حالا ما میایم و اون قسمتایی رو که مهم هست من واسهتون میخونم که متضمن ویدئومون طولانی نشه. که اینجا هست میگه داگشتنینگ. داگشتنینگ میشه همون کمک هزینه روزانه‌ای که شما دریافت میکنید، که اینجا هم توضیح داده این زیرش بچه ها، میگه که این داگشتنینگ که شما دریافت میکنید، حالا با توجه به این که شما توی چه نوع محل اقامتی دارید زندگی میکنید، مقدارش کم و زیاد میشه، که اون زیر توضیح داده که این محل‌های اقامتی ممکنه که مثلا کمپ‌های پناهندگی باشه که شما اونجا بهتون حالا صبحونه نهار و شام میدن، که مبلغ اون کمک هزینه‌ای که میگیرید کم میشه ازش. حالا ممکنه که توی کمپ باشید ولی خب بهتون غذا ندن، مجبور باشید که خودتون برید خرید کنین و بیان غذا درست کنید، صبحونه درست کنید، نهار شام، که اون مبلغ هزینه افزایش پیدا میکنه. و یا اینکه نه، اصلا نزد اداره مهاجرت کشور سوئد نباشید و برید پیش یکی از دوستان و فامیل زندگی کنید، که بازم اون مبلغش حالا فرق میکنه. که ما میایم پایین، اینجا میگه که پوبوندن، میگه که پوبوندن در مات اینگور ارداگشتنینگه، میگه که توی محلهای اقامتی که شما اونجا بهتون قضا داده میشه، واسه کسی که انسان مستوهنده است، یه شخص بزرگسال تنها است، روزی 24 کرون بهش تعلق میگیره. واسه کسی که حالا خانواده است و بزرگسال است، حالا یا پدر است و یا مادر هست، روزی 19 کرون بهش داده میشه، و واسه فرزندان زیر 17 سال روزی 12 کرون. یعنی یک پدر و مادر با یک فرزند اگر حساب کنیم دو نفرشون روزی 19 کرون، بچهشون هم 12 کرون، میشه 50 کرون، میشه ماهی که 30 روز باشه ماهی 1500 کرون بهشون کمک هزینه داده میشه. اما اینجا میگه که پوبوئن در مات اینت اینگور ارداگ اشتنینگه، اما این قسمت پایینی میگه که توی محلهای اقامتی که قضا بهتون داده نمیشه به چه صورتی است. میگه که اگر یه شخص تنها باشید و بزرگسال باشید، روزی 71 کرون به شما داده میشه، و اگر یک شخص بزرگسال باشید و خانواده باشید که حالا یا پدر و یا مادر باشید، روزی 61 کرون، و اگه پدر و مادر یا خانواده هر دوتاشون روز نفری روزی 61 کرون میگیرن. که بعد میگه که بچهای زیر 3 سال روزی 37 کرون، بچهای بین 4 تا 10 سال روزی 43 کرون، و بچهای بین 11 تا 17 سال هم روزی 50 کرون. که این خودش یه قانون داره بچه اینجا، که اینجا میگه که میگه که خانواده هایی که بیشتر از 2 تا بچه دارن، بچه ها واسه بچه های بزرگشون، یعنی 2 تا بچه بزرگشون، این هزینه‌ای رو که اینجا زدن رو به طور کامل میگیرن. مثلا یک پدر و مادر هر کدومشون روزی 61 کرون میگیرن و 4 تا بچه دارن، 2 تا بچهای بزرگشون، مثلا یکی 17 سالشه مثلا یکی 15 سالشه، اون بچه‌ها هر کدومشون نفری 51 کرون میگیرن، که یعنی 50 کرون میگیرن، که دو نفرشون میشه 100 کرون. اما بچه سوم و چهارم که حالا ممکنه که 10 سال باشه و یا ممکنه که 3 سال باشه، این 43 کرون و این 37 کرون دیگه نصف میشه، یعنی کامل رو بهشون نمیدن و نصف هر کدوم از اینا رو بهشون میدن. که اینجا هم توضیح میده، میگه که واسه بچه‌هایی که دو تا بچهای بزرگ به صورت کامل داده میشه، اما واسه بچهای دیگه این حلب میشه، یعنی اینکه نصف میشه، این مبلغا واسه شون نصف میشه. که تا اینجا امیدوارم که خب متوجه شده باشید و بدونید که به چه صورتی هست. و میگه که بچه ها این هزینه‌ای که به شما داده میشه واسه این است که شما باش غذا بخرید، لباس بخرید، کفش بخرید، خوکوردتون هست، که البته خوکورد و مدیسین که اینجا نوشته یا تندورد اینه که به این صورت است. مثلا من اگه مریض بشم و برم دکتر رو ببینم، من امروز باید واسه ویزیت پزشک
خب 200 کرون بدم. اما کسی که اینجا میاد به صورت پناهندگی و پناهنده است، اگه بره پزشک رو ببینه، هزینه‌ای که باید پرداخت کنه 50 کرون است. یا میره دارو میگیره، واسه پول داروهاش 50 کرون میده. یا مثلا میره دندون شکسته، دندونشو پر میکنن، دندونشو جراحی میکنن، کاراشو انجام میدن، هزینه‌ای که پرداخت میکنه 50 کرون است. پس بنابراین هزینه‌ای که اینجا زده واسه کلادر اینا خوب زیاد نیست. و اینکه این افراد خوب میتونن به صورت سالیانه مثلا برن درخواست لباس کنن، درخواست پول لباس کنن، درخواست پول کفش کنن، درخواست پول مثلا عینک کنن، اینا رو از اداره مهاجرت بگیرن و اداره مهاجرت بهشون میده. و ممکنه که یه سری اقلام دیگه ای هم نیاز داشته باشن، اون اقلام رو هم میتونن برن، به عنوان مثال برن، چه میدونم، قبلا اینجوری بود، مثلا میرفتن میگفتن که از این تیهایی که مثلا کف خونه رو تمیز میکنن یا یعنی مواد شوینده، نمیدونم، همه اینا رو میتونستن برن از اداره مهاجرت بگیرن، که امروز نمیدونم به چه صورتی است. که خب حالا اینجا رو ما کاری بهش نداریم، میایم پایین و پایین و اینجا هم که یه سری فرم هست که طبق این فرما شما میتونید درخواست کنید. چیزی که اینجا خیلی مهم هست، اینو میخوام واسهتون توضیح بدم. اینجا میگه که اگر شما پناهنده باشید و کار پیدا کنید و یا دعوت به کار بشید و مجبور بشید که برید یه جا کار کنید، یعنی از اون خونه یا از اون کمپی که اداره مهاجرت به شما داده مجبور بشید که از اونجا حالا نقل و مکان کنید برید به یه شهر دیگه و یک جای دیگه که اداره مهاجرت حالا اونجا خونه نداره، نمیدونم کمپ پناهندگی نداره، مجبور شدید که برید اونجا خونه اجاره کنید، اداره مهاجرت میاد یه هزینه اضافه به شما پرداخت میکنه که بهش میگن بوستات بیدراگ، یعنی کمک هزینه ماست، که میگه اگر خانواده باشید ما 850 کرون به شما میده و اگر یک شخص تنها باشید و خونه ای از جای اجاره کنید ما 350 کرون به عنوان کمک هزینه مسکن هم به شما پرداخت میشه. گفتم که مثلا من الان به عنوان مثال پناهندم اینجا، یه دفعه دعوت به کار میشم، یه جا کار پیدا میکنم، مجبور میشم که مثلا از این جایی که اداره مهاجرت به من داده نقل مکان کنم برم به شهر دیگه ای. اما تو اون شهر خب اداره مهاجرت نه جا داره، نه خونه داره، نه کمپ داره، من مجبور میشم که یک حالا جایی رو اجاره کنم و اونجا بخوام زندگی کنم، که بعد میتونم این بوستات شتنینگ یا همون بوستات بیدراگ رو از اداره مهاجرت درخواست کنم و اون رو هم به من میدن. پس اینا چیزایی بود که همینقدر شما راجع به این موضوع بدونید کافیه. خب بچه ها، این یکی از موضوعاتی بود که خیلی از شما راجبش از من سوال کرده بودید که آقا ما از اداره مهاجرت اگه بیام اونجا پناهنده بشیم چقدر به ما پول میدن و به چه صورتی است و این چه جوری این قضیه، که من امروز تو این ویدیو واسه شما توضیح دادم و از اینا رو گفتم، که البته خب این پولی که پرداخت میشه انصافا با توجه به وضعیت حالا تورمی که وجود داره و قیمت اجناس رفته بالا واقعا پول خیلی 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 کمی است. شاید این پول واسه 10 سال پیش یا واسه 15 سال پیش خیلی خوب بود، که فکر میکنم الان چیزی نزدیک حداقل نزدیک 20 خورده ای سال هست این قیمت فرقی نکرده، اگه اشتباه نکنم، چون من سالهای خیلی پیش که راجع به این موضوع میخوندم همینقدر. ولی واقعا پول خیلی کمی است و با این پولا نمیشه راحت زندگی کرد، ولی خب میشه گوشه ای از مشکلات رو حلش کرد. و اگر شما حالا به صورت پناهندگی میایین اینجا و پناهنده هستین، باید بدونید که شرایط ممکنه واسهتون یک کمی سخت بشه و یک کمی به قول گفتنی وضعیت زندگی واسهتون سخت بشه، شرایط تنگتر بشه، بغرنج بشه، و بهتره که شما با آمادگی کامل بیان و بیشتر به موضوعات فکر کنید. امیدوارم که هیچ موقع نیاز نباشه که کسی حالا پناهنده بشه و بخواد بره داخل کشور دیگه پناه بگیره. متاسفانه خب امروز ما جنگ اوکراین رو داریم که فکر میکنم نزدیک به دیشب من اخبار رو نگاه میکردم میگفت که چیزی نزدیک به 150 هزار نفر پناهنده شدن از اوکراین به سمت اروپا. امیدوارم که زودتر این جنگ تمام بشه تا مردم هیچ قومی هیچ ملیتی نیاز نباشه که خونه خودشون و وطن خودشون رو ترک کنن و برن توی کشور دیگه پناه بگیرن و پناهنده بشن. به نظر من شما هر چند هر مقدار که توی کشوری خوش باشید خوش بگذره بهتون، ولی هیچ جایی خونه خود آدم نمیشه. جایی که درش به دنیا اومده، جایی که ازش خاطرات بچگیش اونجا داره، جایی که خب پدر مادرش اونجا هستن. حالا درسته مثلا میریم خانواده‌مون رو میبینیم برمیگردیم میایم، ولی خب بخش بزرگی از زندگی ما همیشه توی اون کشوری هست که ازش اومدی. حالا فرق نمیکنه شما پناهنده باشی، کاری اومده باشی، ازدواجی اومده باشی، هیچ فرق نمیکنه. به هر حال مهاجر مهاجر، حال از هر نوعش.
امیدوارم که یه روزی شرایط طوری بشه که همه برگردن و توی کشورهای خودشون زندگی کنن و زندگی خوب رو تو کشور خودشون تجربه کنن، نه اینکه برن تو کشورهای دیگه دنبال یک زندگی بهتر بگردن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و مثل همیشه تونسته باشم که به بخشی از سوالات شما پاسخ بدم. هر جا که هستید واسهتون سلامتی آرزو میکنم. ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، با دوستان خودتون به اشتراک بذارید و مواظب خودتون هم باشید. خدا نگهدار.